خبری خوش برای طرفداران هاند ارچل. هاند ارچل بالاخره به تلویزیون برگشت. سلام دوستان عزیزم، حالتون چطور؟ امیدوارم که عالی باشین. یه خبر خیلی خوب دارم برای طرفداران هاند که خیلی وقت سوپرستارشون رو توی سریال های تلویزیونی ندیدن. بالاخره سریال جدید هاند ارچل و بوراک دنیز قراره در فصل جدید از تلویزیون پخش بشه. هاند ارچل و بوراک دنیز که قبلن با هم دیگه همبازی بودن، این بار قراره یک سریال جنایی رو برای ما بازی کنن. این خبر کلی باعث خوشحالی طرفداران هر دو نفر شده به دو دلیل. یکی این که استارهای معروفشون رو قراره توی سریال ببینن، اونم نقش مقابل هم دیگه، و دوم این که هانده و بورای قبلا با هم دیگه رابطه داشتن. دقیقا بعد از سریال مشترکشون رابطه اینا هم شروع شده بود، ولی بعد از یه مدتی با هم دیگه کات کردن. از الان شایعات این پیش اومده که اینا دوباره اگه رل بزنن رابطه هانده و هاکان سابانچی چی میشه؟ چرا که هانده ارچل هر سریالی که بازی کرده با نقش مقابلش بعدن هم توی رابطه رفته. البته شاید اون موقع با هاکان سابانجی در رابطه نبود، دلیلش این میتونه باشه. ولی خب هم بازیاش مثل تولگا، کرم، بوراک و چند نفر دیگه همشون بعدن دوست پسر این شدن. حالا طرفدارانش میگن نکنه این بارم با هاکان به هم بزنه. ولی خب از اونجایی که هاکان خیلی داره برای هانده خوب خرج میکنه، فکر نکنم هانده ولش کنه. حالا داستان سریال از چه قرار هست؟ اسم سریال هست یک نفر دیگه. البته قبلا اسمش دو غریبه بود که بعدا عوضش کردن شد یه نفر دیگه. توی این سریال هاند ارچه نقشه دادستان رو بازی میکنه به اسم لیلا. لیلا یه دادستان جوان و موفقه که کلی جنایت ها رو پی در پی داره حل میکنه و حقشون رو میگیره. اون به استانبول میاد که پدر مادرش رو ببینه، بعد یه پرونده قتل تاجر معروف براش پیش میاد که لیلا قراره اون رو حل کنه. از طرفی بوراک دنیز توی این سریال نقش یک خبرنگار خیلی معروف رو به اسم کنان استوک رو داره. کنان اختلال چند شخصیتی داره و این پرونده قتل باعث میشه که با دادستان لیلا آشنا بشه و کلی رابطه عاشقانه اینا با همدیگه داشته باشن که قراره کلی به چالش کشیده بشیم. از طرفی به این سریال از الان انتقاد شده که این کپی سریال قضاوته، چون توی سریال قضاوت هم دادستان و وکیل عاشق همدیگه شده بودن، الان دادستان و خبرنگار دارن عاشق همدیگه میشن. اما از اونجایی که هاند ارچل بعد از مدت‌ها داره به تلویزیون برمیگرده و پارتنرش دوباره شده بازیگر نقش مقابلش، انتظار میره طرفداران هانده و بوراک بازم غوغا بپا کنن. البته کرم بورسین هم بعد مدت‌ها برگشته بود، ولی سریالش ریت زیر یک رو داره میاره و قراره که به زودی فینال بخوره. موضوعی که هست اینه که این فصل اونقدر سریال های قوی با بازیگران معروفی دارن درست میکنن که در ویدیوهای بعدی براتون کاملا اون خبرهاش رو پوشش میدیم. این فصل قرار فصل سریال ها و رقابت های شدید بین کارگردان های ترکیه باشه. پس اگر دوست دارین اخبار لحظه این سریال ها و حواشی بازیگرانش رو براتون توی چنل بذارم، حسابی از همون حمایت کنی تا انگیزهی بشه برای این کارمون، تا حسابی شما رو سورپرایز کنی. دوستان عزیزم، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر دوست دارین که آخرین اخبار سلبریتی های جهان قبل همه شما بخبر بشین، چنل رو ساب کنید و هر شب ساعت 8 منتظر ویدیو جدیدمون باشین. تا فردا شب ساعت 8 بجوید.